بریم یه دوری تو منظومه بزنیم. اینجا بیش از 290 ماه کشف شده. بیشترشون هم دور سیاره‌های قول گازی مشتری و زحل میچرخن. اما زمین خودمون تو این لیست فقط یک دونه همراه داره. اونم ماهه. اگر شما هم اینطور فکر میکنین، اشتباه میکنین. ماه در طول تاریخ تنها چیزی نبوده که دور زمین میچرخیده. از قرن 19 تا الان چند تا اخترشناس کشفای جالب و عجیبی داشتن. یه ستاره شناس فرانسوی به نام فدریک پتیت سال 1846 همه جا رو پر کرد که تونسته یک ماه دومی پیدا کنه. کشفش اول سر و صدای زیادی به راه انداخت، ولی همکاراش خیلی سریع فهمیدن که داره الکی میگه. میدونین چرا؟ چون این ماه دومی که پیدا کرده بود فقط 11.4 کیلومتر بالاتر از سطح زمین بود، یعنی هم ارتفاع هواپیماهای مسافربری که الان پرواز میکنن. بعد تو سال 1898 یه دانشمند آلمانی، جورج ویلهلم والتماس، اومد گفت نه تنها ماه دومی رو پیدا کرده، بلکه یک سیستم از ماه‌های کوچیک دور زمین کشف کرده. ولی حرف این آقا هم تایید نشد. بازم همه میگفتن که کشفش الکی بوده. حتی ستاره شناس معروف کلاید تامبو، همونی که سیاره کتوله پلوتو رو کشف کرد، دنبال ماه دوم زمین گشت. آخرش هم تو سال 1959 یک گزارش نوشت که نتونسته چیزی پیدا کنه. پس اگه قرار حرف اینا رو قبول کنیم، انگار زمین واقعا یک دونه ماه داره. ولی یک جواب دیگه هم هست. جوابی که میگه زمین در طول تاریخ ماه‌های کوچیک ولی موقتی زیادی داشته و همین الان هم خیلی بیشتر از اونی که فکر میکنیم دور و بر زمین داره چیزهای مختلف میچرخه. حالا چی فکر میکنیم؟ اول بیاین برگردیم به گذشته. زمین وقتی که حدوداً 4.5 میلیارد سال پیش تازه شکل گرفته بود اصلاً ماه نداشت. ولی داستان اینجا تموم نشد. یک فرضیه‌ای هست به نام برخورد بزرگ. میگه یک جور سیاره به اندازه مریخ که اسمشو گذاشتن تیا با زمین که هنوز جوان بود برخورد کرد. تیکه های برش خورده و بزرگی از زمین کنده شد و پرت شدن تو فضا. این مواد کم کم دور هم حلقه زدن و ماه زمین که الان میبینیم و ساختن. پس انگار واقعا ماه تنها قمر طبیعی و همیشگیمون بوده. اما حتی با وجود اون ادعاهای اشتباه دانشمندان که اول گفتیم، جدیدن چیزای عجیب و غریب دیگه ای هم دور زمین پیدا شد. مثلا سال 1991 یک چیز کوچیک تو فضا دیدن که اولش فکر کردن شاید یک تیکه از تجهیزات آپولو ناسا باشه. ولی بعدن فهمیدن که نه، این یه چیز طبیعیه، ساخت دست بشر نیست. چیزی که تو اون زمان دیدن که به عنوان ماه دوم موقتی زمین میشناختن، اسم رسمی VG1991 رو به خودش گرفت و اصلا هم شبیه ماه‌هایی که میشناسیم نبود. بعدن هم مشخص شد که قطرش کلن 10 متره. این اولین مورد از نوع اجرامی بود که دور زمین میچرخید و دانشمندان با روش‌های مدرن تونستن تشخیصش بدن. این جرم برای مدت کوتاهی با جاذبه زمین قفل شده بود. یه جورایی ماه خیلی کوچیک بود. چند وقت دور زمین چرخید و بعدم رفت پی کارش. وقتی دانشمندان اون موقع دیدن که چنین ماه موقتی دور زمین وجود داشته، نتیجه گرفتن که احتمالاً فردریک پتیت و جورج والتماس اشتباه نمی‌کردن. شاید چنین جرمی رو دور زمین دیده بودن که میگفتن ماه دومی هست. قدیمی ترین مورد مشابه از این اتفاق که میشه بهش اشاره کرد برمیگرده به سال 1913. اون سال یک حرکت دست جمعی یا رژه از شهاب سنگا دور زمین اتفاق افتاد. مجموعی از این شهاب سنگا توی آسمون شب در کانادا، شمال شرقی آمریکا و تا جنوب برزیل رو روشن کرد. دانشمندا هنوز نمیدونن چرا این اتفاق افتاد و منشأش چی بود، ولی یک اسم برای این پدیده گذاشتن: رژه بزرگ شهاب سنگ‌های 1913. بعد از مدت کوتاهی هم این شهاب سنگا توی جو زمین سوختن که همون باعث شد آسمون روشن بشه. این ماه‌های موقتی معمولاً چیزای کوچیکی‌ان که به دام میدان جاذبه زمین میافتن و اینطوری تبدیل به یک ماه موقت میشن. آخرش هم یا از مدار خارج میشن یا با زمین برخورد میکنن.
سال 1961 گزارش از وجود چیزایی به اسم ماه‌های شبهوار خبر داد. ماه شبه یا شبهگونه که بهشون قبار کوردلوفسکی هم میگن، در واقع ابرهای قبارن که با چشم غیر مسلح کم نور و ضعیف دیده میشن و توی همون مسیری که ماه میچرخه دور زمین گردش میکنن. تقریبا برای 60 سال ماه‌های شبهوار موضوع بحث دانشمندا بودن تا اینکه بالاخره تو سال 2018 وجودشون تایید شد. طبق اون تحقیقی که اون سال انجام شد، متوجه شدن که خود این ابرها و غبارها خیلی بزرگن، یعنی تقریبا 9 برابر پهن‌تر از زمینن و از ذرات ریز و جداگانه‌ای تشکیل شدن که اندازه‌شون تا حدود 1 میکرون هم تخمین زده میشه. نور خورشید به این ذرات برخورد میکنه، یک کمی باعث درخشش ملایمشون میشه که دیدنشون هم واقعا سخته. هرچند که ماه‌های شبهوار پدیده جالبی هستن، اما به سختی بهشون ماه میگن و ماه در نظر گرفته میشن، حتی با اینکه دور زمین میچرخن. اینجا یک دستبندی دیگه هم هست. سنگ‌های فضایی دیگه هستن که ظاهرا دور زمین میچرخن ولی بیشتر تحت تأثیر جاذبه خورشیدن. به اینها میگن شبه قمر یا شبه ماه. اینها مسیر مدار زمین رو دنبال نمی‌کنن، ولی درست مثل زمین 365 روز طول می‌کشه تا یک دور کامل به دور خورشید بچرخن. همین باعث میشه که به نظر بیاد توی مدار زمینن، با اینکه بیشتر مواقع خارج از محدوده جاذبه زمینن. حالا میرسیم به پدیده دیگه‌ای به نام تروجان زمین که باز هم نه دور زمین، بلکه توی یک جای خاصی به اسم لاگرانج که دقیقاً جلو یا پشت زمینن حرکت میکنن. نقاط لاگرانج توی منظومه ما زیادن، جاییه که نیروی جاذبه دو جسم سیاره‌ای توی حرکت مدارشون با هم ترکیب میشه و یک تعادل به وجود میاد. این نقطه ها توی فضا از نظر نیروی جاذبه ثابتن، یعنی مثلا نقطه لاگرانج بین زمین و خورشید جاییه که اون جسم نه به سمت زمین میاد نه به سمت خورشید میره. هر چیزی که ما به این موقعیت ها میفرستیم به طور طبیعی اونجا میمونن یا میشه با حداقل انرژی اونجا نگهشون داشت، چون نیروها با هم متعادلن. ناسا هم خودش داره از این نقاط لاگرانج استفاده میکنه. معروفترینش تلسکوپ فضایی جیمز وب که دور خورشید دقیقاً روی نقطه لاگرانج شماره 2 زمین میچرخه. این به جیمز وب اجازه میده که با چرخش زمین به دور خورشید روی خط مستقیم بمونه و با مصرف سوخت خیلی کم توی مدار حرکت کنه. تا الان فقط 2 تا تروجان برای زمین کشف شده که هر دوتاش توی نقطه لاگرانج شماره 4ن. اندازه‌شون خیلی کوچیکه. یکیشون فقط 400 متره و اون یکی هم 1 کیلومتر قطر داره. شاید تو آینده برای ما مهم بشن، چون میتونن یک محل ایدئال و خیلی خوب برای ساخت پایگاه‌های اکتشاف توی منظومه باشن. شاید مثلا روش کاوشگر بفرستیم که اونجا رو حفر کنه، نه برای اینکه توی اون ماه‌ها چیز خاصی پیدا کنه، به این خاطر که چون فاصله شون نزدیکه میتونیم کاوشگر به اونجا بفرستیم تا عملیات حفر رباتیک رو آزمایش کنیم و بعد که دیدیم میتونیم کاوشگری رو برای حفر کردن بفرستیم و با موفقیت جای رو حفر کنه، اون وقت کاوشگرهامون رو به ماه و مریخ که دورترن بفرستیمشون. در نهایت بعد از گذشت چندین نسل از ستاره شناسان، نظرات مختلفی در مورد ماه زمین داده شد که همه موافقن زمین میتونه بیشتر از 1 ماه داشته باشه. اما در حال حاضر تنها قمر زمین همین ماهی هست که توی آسمون میبینیم. اما همیشه اینطور نبوده و چیزای مختلفی دور زمین چرخیدن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدئوی بعد.